و با هم دیگه تلاش بکنیم که آموزش ستار رو تجربه بکنیم. ستار رو به شما عزیزان از ابتدا، از آغاز یاد بدم و اون چه که آموزش خواهم داد بر اساس نوشته ها و پژوهش های خود بنده هست، بر اساس آنچه که موجوده. اما در ابتدای سخن ضروری است و لازمه که حتما یک شناخت خیلی مختصری هم هرچند شده درباره ساز خودمون، یعنی ستار که دوستان در تصویر میبینن و براشون حتما آشنا هست، داشته باشیم. ساز ستار دیگه امروزه برای همه ایرانی ها در سراسر دنیا یک ساز بسیار آشنا و شناخته شده هست و به خاطر ظرافت و سبکی و شاید کم حجم بودنش و کوچکتر بودنش نسبت به سازهای دیگه، حتی گاهی وقتا جنبه های تزئینی هم در خانه ها پیدا کرده و اغلب ایرانی ها با این ساز آشنایی کامل دارن. اما اشاره مختصری به پیشینه و همینطور ویژگی های ذاتی و به اصطلاح کاراکتر ساز ستار رو لازم میدونم، اشاره خیلی مختصری میکنم. در این حد که خب ما ساز ستار رو اگر بخوایم ردپای تاریخیش رو بگیریم، خب طبیعتاً برمیگرده به جد این ساز یا سازهای هم خانواده‌ای که ما در موسیقی قبل از اسلام ایران و همینطور بعد از اسلام با نام‌های مثل تنبور می‌شناختیم. و در این مورد حالا اینجا مجال نیست که بخوایم صحبت بکنیم که چه سازهایی بودن و چه تحول و تطوری پیدا کردن که نهایتاً ما به این شکل و شمایل رسیدیم. اما آنچه که گفتنش خالی از لطف نیست این هستش که در ادواری که موسیقی یک ممنوعیت و به اصطلاح محدودیت های خیلی خاصی داشته، مخصوصا در بعضی از دوره های صفوی، در بعضی از قرون اسلامی که خیلی موسیقی مورد تکفیر قرار گرفته بوده، ساز ستار به این شکل و شمایل مخصوصا در همون دوره صفویه و دوره زندیه حتی که حالا بعد براتون اشاره خواهم کرد، به خاطر کوچکتر بودن و کم صدا بودن مورد استقبال اهل خلوت، اهل عرفان و کسانی که با موسیقی در خلوت خودشون انس داشتن و با موسیقی به یک دید خیلی عمیق‌تر و ژرف‌تری از صرفاً اجرای قطعات عامیانه یا قطعات به اصطلاح تفریحی فقط نگاه میکردن، ساز ستار در میون اونها خیلی محبوبیت داشته و حتی در تاریخ موسیقی هست که گونه ای رو از ستار ساخته بودن که کاسه کتابی شکل داشته، یعنی این کاسه به این شکل رو نداشته و میتونستن زیر عباشون پنهان بکنن و همراه خودشون به این ور اون ور ببرن به طوری که کسی نبینه این ساز رو، یا اینکه در خلوتشون ساز بزنن و صداش خیلی بیرون نره. در هر حال ساز ستار به خاطر صدای خاص خودش، به خاطر ویژگی‌های خاصی که داره در صداش، اون حزنی که در صداش وجود داره، بین اهل خلوت و اهل عرفان در ایران قدیم خیلی محبوبیت داشته و هنوز هم که هنوز این کاراکتر به دنبال ساز ستار هست. حالا قبل از اینکه صحبتم رو ادامه بدم، مختصری با هم دیگه یک قطعه آوازی خیلی مختصری میزنیم که صدای این ساز رو تو گوشمون داشته باشیم و بعد که صحبت میکنیم بهتر این مسئله رو لمس کنیم. همونطور که شنیدین ستار صدای خاصی داره، صدای خیلی ظریف، خیلی حزن‌انگیز به تعبیری. حتی من خوندم که آقای ساکت در کیوان ساکت در کتابشون جمله جالبی نوشته بودن، در کتاب آموزشیشون فرموده بودن که ستار نغمه‌ای هرچند بازاری رو هم که باشه اجرا بکنیم، به اون نغمه یک نجابت خاصی میبخشه. و این جمله رو من خیلی دوست داشتم به خاطر که واقعاً
ستار یک حزن ذاتی داره، یعنی وقتی که صدای ساز ستار میشنوی اون حالت شاید بشه گفت اشرافیت، اون اقتدار، اون حالت خاصی که مثلا در صدای تار هست در صدای ستار نیست. این ویژگی رو من مخصوصا بهش اشاره میکنم، حالا نمیشه با کلمات کامل توضیح داد و توصیف کرد، به خاطر اینکه دوستانی که انتخاب میکنن ساز ستار رو از ستار انتظار بیش از حد نداشته باشن. ستار بسیار ساز زیبایی است، بسیار قابلیت های فراوانی داره و البته در ادوار مختلف تحولات مختلفی پیدا کرده که من اشاره مختصری میکنم. اول اینکه نکته که لازم میدونم که در درجه اول بگم، اول اجزاء ساز ستار رو با هم یه نگاهی بکنیم، بعد بگم اصلا چرا ما بهش میگیم ستار ولی 4 تا سیم داره، که این سوالی که برای همه پیش میاد. اجزاء ساز ستار مثل اغلب سازهای هم خانواده ما، یعنی سازهای زهی زخمه‌ای که در قدیم بهشون زوات الاوتار در واقع مقید میگفتن، یعنی سازهایی که وتر دارن و با دست چپ مقید میشن، که تار هم از این خانواده است، عود و بربط هم همینطور از این خانواده‌ن، و در سازهای غربی هم ما ساز گیتار از همین خانواده است، یعنی سازهایی هستن که زخمه میزنیم با دست راستمون به هر شکلی و یا با دست چپمون هم اونها رو مقید میکنیم. در مورد اجزاء ساز و شناخت اجزای مختلف ساز براتون میگم. همونطور که میبینین از اجزای اصلی کاسه، دسته و سرپنجه تشکیل شده، که اگر بخوایم دیگه جزئی تر بگیم سرپنجه شامل گوشی هاست که اینجا میبینید برای کوک کردن ساز استفاده میشه، بعد اینجا سیم بر یا شیطانک بهش میگن که سیم از روش رد میشه و میاد وارد محدوده میشه که از اینجا به بعد ما با فرکانس سیم در واقع کار میکنیم و دستمون رو که روی پرده ها میذاریم یا دستان ها که اینجا میبینید، یا به قول نوازندگان گیتار فرت میگن به اینا پرده یا دستان، همینطور میاد پایین. پرده های مختلف که براتون توضیح خواهم داد در مورد نوت های ساز، کوک ساز، همه در بخش های بعد براتون خواهم گفت. میرسیم به کاسه. در قسمت کاسه هم این خرکه که سیم از روش رد میشه همینطور که میبینید، و بعد تا میرسیم به سیمگیر یا شیطانک، که من اینو تاکید میکنم، ببخشید سیمگیر، که شیطانک اینجا بود که به سیمبر هم میگن، این سیمگیره که نهایتا سیم ها به اینجا بست میشن و کلا ستار خیلی ساز ساده ای هم هست. اما ساز ستار در اصل 3 سیم بیشتر نداشته، که این سیم از پایین، سیم اول دوم اگه از پایین حساب کنیم، سیم اول دوم و سیم چهارم رو حساب کنید، این 3 تا سیم رو داشته و این سیم وسط که اینجا قرار داره بین سیم اول و دوم و چهارم، سیم سوم، این وجود نداشت. در دوره زندیه درویشی به نام مشتاق علی شاه وجود داشت که زندگی میکرد، که ایشون خودشون نوازنده ستار بودند و مرد عارفی بودند. در تاریخ موسیقی نام بلند ایشون هست. ایشون سیم سوم رو به ستار اضافه میکنن، یعنی در واقع سیم سوم از نظر مکانی، که اسم این سیم رو حالا بعدا براتون میگم نقش این سیم از نظر موسیقایی چی هستش، ولی اسم این سیم رو سیم مشتاق میگن یا سیم زنگ هم بهش میگن، که به نام مشتاق علی شاه کرمانی که علی کرمان هم بودن این ساز رو، این سیم رو سیم مشتاق نام گذاشتن، که نقشش هم در تنین صدای ستار خیلی بارزه، که حالا در مورد این براتون توضیح میدم، که سیم زنگ هم نام دیگرش هست، که البته مشتاق علی شاه توسط متعصبینی که در اون دوره زندگی میکردند و موسیقیدان ها و نوازنده ها رو تکفیر میکردند به شهادت میرسه، که در تاریخ موسیقی شما میتونید رجوع بکنید و درباره مشتاق علی شاه کرمانی که در تغییر ساز ستار این نقش عمده رو داشته که یک سیم به ستار اضافه میکنه بخونید. اما همچنان نام ستار، نام ساز ستار ستار هست، با اینکه 4 تا سیم داره، ولی در مورد این موضوع هم براتون میگم که در اصل اون سیم سیم کمکی هستش و ما اگه بخوایم واقعا سیم های ساز رو بررسی کنیم 3 تا سیم بیشتر نیستن که نقش محوری دارن به اون صورت در ملودی، و اون سیم فقط میاد کمک میکنه و پشتیبانی میکنه به صدای ساز. اما در دوره قاجار ساز ستار اهمیتش کمتر بوده، چون که در هر حال همونطور که میدونید این ساز حجم صدایی بالایی نداره، یعنی وقتی که ما باش ساز میزنیم، وقتی ستار میزنیم
اگه اینجا مثلا یه ساز دیگه این مثل فرض بفهمید سنتور باشه یا حتی تار، میبینید که حجم صدای ساز خیلی کمتره و صدا ظرافت و ملاحتی داره که یه جورایی پوشیده میشه، مثلا اگر در کنار یک ساز کوبه‌ای باشه که دیگه خب این خیلی بیشتر به چشم میاد. در اون دوره خب میکروفون بلندگو و در واقع امکانات صوتی، تجهیزات صوتی وجود نداشت و این یه مقداری باعث شد که ساز سه‌تار مورد توجه و عنایت هنرمندان کمتر قرار بگیره، اما در عوض ساز تار به عنوان ساز ملی و ساز رسمی شناخته میشد و بسیار مورد توجه بود، مخصوصا بعد از ورود خاندان فراهانی به دربار ناصرالدین شاه که به وساطت و فکر میکنم دعوت قائم مقام فراهانی این کار انجام شد و اونها اومدن، استاد علی اکبر فراهانی که تار میزد و واقعا بهش خداوندگار تار در اون زمان میگفتن، که ساز تار رواج بیشتری پیدا کرد. اما فرزندی داشت آقا علی اکبر فراهانی به نام میرزا عبدالله که خب حالا اینجا مجالش نیست که من در مورد خاندان فراهانی و تأثیرشون در موسیقی دوره قاجار و بعد موسیقی امروز ما که ردیف میرزا عبدالله و تحولاتی که در موسیقی به وجود آوردن و اونجا تونستن موسیقی رو تدوین بکنن با بالاخره اون که در آرامشی که شاید در دربار به دست آورده بودن از این مسئله استفاده کردن، اما فقط من تنها اشاره‌ای که لازم میدونم بکنم اینه که فرزند دیگر آقا علی اکبر آقا حسین قلی بود که تار می نواخت بیشتر، ولی میرزا عبدالله فرزند دیگرشون به نوازندگی تار و ستار هر دو پرداختند و به ستار هم توجه کردند و فرزند ایشون جناب استاد احمد عبادی که دیگه به عنوان یکی از بزرگترین اساتید موسیقی ایرانی شناخته میشن در دوره معاصر، شادروان استاد احمد عبادی، ایشون به طور تخصصی به ساز ستار پرداختن که البته چون میرزا عبدالله زود فوت کردن ایشون ساز ستار رو از دو خواهرشون خانم ها مولود و ملوک هم فرا گرفتن و ایشون یکی از افرادی بودند که بسیار نقش عمده‌ای در زنده کردن این ساز در زائقه موسیقایی و به فرهنگ موسیقی معاصر ما ایفا کردند، که در مورد ایشون هم حالا من صحبت خواهم کرد. بازم در هر حال ساز ستار بعد از تأسیس رادیو، یعنی در دوره پهلوی اول، به خاطر اینکه وجود میکروفون و تجهیزات صوتی کمک کرد به موسیقی، تونست جای بهتری در میان مردم باز بکنه، مخصوصا با تلاش های جناب استاد احمد عبادی و همینطور جناب استاد ابوالحسن صبا که هر دو نقش عمده‌ای داشتند. شیوه استاد صبا و استاد عبادی اگرچه با هم متفاوت بود، ولی هر دو تونستن نقش عمده رو ایفا بکنن با تربیت شاگردان، با نوازندگی در رادیو، مخصوصاً استاد عبادی که بیشتر در رادیو به نوازندگی میپرداختن و همینطور تدوین کتاب‌ها که این کار توسط خیلی از اساتید انجام شد. از دیگر نوازندگان معروف ستار در کشورمون از قدیم تا به حال خیلی هستن که اگر بخوام نام ببرم فرصت نیست، ولی همینطور گذرا اشاره می‌کنم، جناب استاد فروتن بودن، جناب استاد سعید هرمزی، همینطور استاد ابوالحسن صبا که یکی از شاخص‌های شیوه قدیم هستند. شیوه نوازندگی ستار در واقع دو شیوه است که یک شیوه استاد عبادی است که یه خورده مدرن‌تر، نوآورانه‌تر، صدادهی ساز ستار رو ایشون تا حدود زیادی عوض کردن. در این مورد حالا فرصت نیست، ولی در این حد میگم که ستار رو چون حجم صدای صوتیش بالا بود خیلی شلوغ می‌زدن، یعنی فرض کنید خشن ساز می‌زدن. استاد عبادی در رادیو تصمیم گرفتن که یه مقداری از خصوصیت تکسیم هم استفاده بکنن که خب این امکانات با وجود میکروفون ها و تجهیزات صوتی خیلی خوب هم قابل اجرا بود و همینطور کوک های زیادی برای ستار به وجود آوردن و در هر حال مردم صدای ستار استاد عبادی رو بسیار شنیدن. نوازندگان خیلی زیادی هستن، بیشتر نوازندگان تار هم ستار می نواختن و می نوازن اغلبشون، اما اونهایی که به طور تخصصی به ستار پرداختن موفق تر بودن مسلماً و تونستن خدمت بیشتری بکنن، مثل دوره معاصر خودمون جناب آقای جلال زلفانون که تلاش کردن و کتابهایی هم نوشتن و واقعا نقش موثری داشتن، و خیلی از اساتید دیگه که حالا خانم مهربانو توفیق، که خانم قشنگ کامکار که الان به نوازندگی ستار میپردازن. و اما چیزی که من لازم میدونم بگم اینه که ساز ستار اگرچه از لحاظ پرده بندی و کوک
با ساز تار بسیار نزدیکی و قرابت داره، اما روش مضراب زدنش کاملا برعکسه و کاراکتر و شخصیت این ساز متفاوته. کسی که تار بزنه میتونه ستار هم بزنه و بالعکس، ولی شخصیت سازها با همدیگه متفاوته و در این مورد مجال نیست. اما همین هم اشاره میکنم که اگر قرار هست که این دوتا ساز رو بزنید، خیلی هر دو رو دست کم نگیرید و بدونید که ما با در واقع شخصیت سازها در تماس هستیم و کاراکتر این دوتا ساز با همدیگه متفاوته. در آینده در مورد مضراب ها هم براتون خواهم گفت که چه تفاوت هایی دارن. در مورد نقش ساز ستار در ارکسترها و در موسیقی گروهی و جمعی براتون بگم که یه مقداری همخوانی این ساز با سازهایی مثل تار و سنتور مشکلاتی داره، اما در کنار سازی مثل نی، مثل کمانچه، مثل دف بسیار ترکیب زیبایی رو خواهد داشت. بسیار ساز ظریفی است برای خوانندگان. خیلی از خوانندگان ما مثل جناب آقای شهرام ناظری که ستار می‌نوازند، یا خانم هایی که حالا ممکنه که مثل خانم سیما بینا با ستار آشنایی دارن و ساز ستار رو میزنن، به خاطر اینکه خیلی میتونن اون جمله بندی های آوازیشون رو با ستار تست بکنن و پیاده بکنن و ساز خوبی است، همدم خیلی از بزرگان هنر و فرهنگ سرزمین ما بوده، از جمله جناب استاد شهریار شاعر بزرگ ما که در مورد ساز ستار هم میگن نالد به حال زار من امشب ستار من، این مایه تسلی شبهای تار من. همونطور که میدونید شهریار همدم و دوست استاد ابوالحسن صبا هم بودن. ستار یار دیرین اهل ادب و عرفان و هنر در سرزمین ما بوده است. در بخش بعد ادامه میدیم.